عجب گوشت. به نظر من هیچ چیز لذیذتر از گوشت بره نیست. بله بله، عالیه. عالیست. سلام پدر. سلام پدر، من آمدم تا خداحافظی کنم. کجا میخواهی بروی پسرکم؟ جایی که به خاطر خوردن گوشت دامها دائما خون آنها را نمیریزند و از جنگ میان قبایل آریایی خبری نیست. تو دلت به حال دامها میسوزد عزیزم. پدر، مردم ما انقدر حیوانات را میکشند و گوشتشان را میخورند که درنده خو شدند و دائما با یکدیگر میجنگند. ما آریایی ها به زندگی جدیدی نیاز داریم. این حرف ها را دیگر از چه کسی یاد گرفتی؟ از کسی که پیام صلح و دوستی دارد، از زردوشت، کسی که آتش را مصدر پاکی و پاک کننده می داند، چنان که شما گوشت را پیش از خوردن با آن پاک می کنید. چه حرف مسخره ای، با گوشت را با آتش می پزی. بگو ببینم این مرد همان است که آریایی ها را به کار پست کشاورزی تشویق می کند؟ خدا نگهدار پدر، ما به سوی زردوشت و شیوه جدیدی از زندگی می رویم و شما نیز به روش کهنه زندگی خود ادامه دهید. بدرود. من زردوشت شما را به ستایش اهورامزدا فرا می خوانم که اوست آفریننده یگانه جهان، و شما را از اهریمن زشت و بدکار که مظهر و ریشه همه پلیدی ها و بدی هاست می ترسانم. جهان عرصه پیکار خیر و شر است. ای آریایی ها، بدانید که هر خوبی و بدی انسان پس از مرگ بی پاسخ نخواهد ماند. به آتش بنگرید که مظهر پاکی و پاک کننده است. با تلاش خود در دل زمین دانه بکارید و زمین سخاوتمند در جواب تلاشتان به لطف اهورامزدا از هر دانه شاخه می رویاند و در هر شاخه ده ها دانه. من شما را به پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک فرا می خوانم تا رستگار شوید. مجموعه تعالیم زردشت به صورت مکتوب در کتاب مقدس زردشتیان یعنی اوستا گردآوری شدند. تعالیم زردشت شیوه و راه جدیدی از زندگی را به آریایی ها آموخت.